سلام، وقتتان بخیر. با خبرهای این ساعت از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. متهم شدن سه کشور همسایه به پشتبانی از داعش. امیرخان متقی سه کشور همسایه را به پشتبانی از داعش متهم کرد اما مشخص نکرد. زموږ درې ګاونډي هیوادونه په نوبت سره په یوه هیواد کې د داعش لپاره بشري قوه تیارېږي، افراد تیارېږي. برگزاری نمایشگاه افغان کازاخ در کابل. مقام های دو کشور همچنان بر گسترش همکاری های اقتصادی و توسعه فعالیت های بازرگانی و ترانزیتی تاکید ورزیدند. په افغانستان کې د قوي د لویو پروژو شاهدان یاستئ. سړکونه هم الحمدلله د آبادۍ په طرف روان دي. در میان کشورهای آسیای میانه افغانستان بیشترین تجارت را با قزاقستان دارد. ما آمادگی داریم در این راستا کار را بیشتر تقویت کنیم. افزایش تلفات و زیانهای رویدادهای طبیعی در کشور. سیلابهای پسین بیش از 200 کشته و زخمی بر جا گذاشت. من وزروڅ څنګه کورونه په کلی او دغه توګه تشکیل شوی دی. مالې بارندګای نسبتا شدید هم را بارد و برق و سیلاب های یعنی امروز فردا و روزهای آینده پیش بینی میگردد. و نگرانی از کمبود شدید مواد خوراکی در غزه. من حامد بهرام هستم. مشروع خبرها. کنفرانس و نمایشگاه افغان کازاخ با شرکت مقامهای بلندپایه کازاخستان، ترکمنستان و مقامهای امارات اسلامی در کابل برگزار شد. در این نمایشگاه مسئولان بلندپایه دو کشور بر گسترش همکاریهای اقتصادی و توسعه فعالیتهای بازرگانی و ترانزیتی میان افغانستان و کازاخستان تاکید ورزیدند. این نمایشگاه برای دو روز ادامه خواهد داشت. گشایش دومین نمایشگاه افغان کازاخ و کنفرانس تواصل تجارتی میان این دو کشور که این بار در کابل برگزار شده است با اشتراک مسئولان بلند رتبه امارات اسلامی، هیئت های بلند رتبه کازاخستان، ترکمنستان، دیپلمات های برخی کشورها و نمایندگان سکتور خصوصی افغانستان و کازاخستان راه اندازی شد. معاونان ریاست الوزراء در این کنفرانس از ایجاد زمینه های مناسب برای سرمایه گذاری در افغانستان سخن می زنند و راه اندازی نمایشگاه مشترک افغان کازاخ را در راستای معرفی تولیدات این دو کشور بر یکدیگر یک گام مهم بر توسعه روابط بازرگانی عنوان می کنند. در داشت نندورتونونو مخه در دوار هیوادونو تولیدات و مسئولات یو بلت معرفی کول دی او پا پایده که کیفیت و کمیت هم توجه ور اولی. تاسو په افغانستان کې د قوي د لویو پروژو شاهدان یاستئ. سړکونه هم الحمدلله د آبادۍ په طرف روان دي. غټو غټو پروژو باندې په چا کار روان دی او په چا به کارونه کیږي. در همین حال معاون نخست وزیر کازاخستان و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در سخنرانی خود ایجاد و استفاده فرصت‌های اقتصادی برای رشد و توسعه افغانستان را اثرگذار می‌دانند. در میان کشورهای آسیای میانه افغانستان بیشترین تجارت را با کازاخستان دارد. ما آمادگی داریم در این راستا کار را بیشتر تقویت کنیم. بر اساس نتایج آخرین سفر هیئت رسمی افغانستان به کازاخستان خود را آماده کرده ایم که گردش مالی را به 3 میلیارد دلار افزایش دهیم. ما پیوسته استدلال کرده ایم که به منظور نفع مردم افغانستان مسئله بازیابی اقتصاد افغانستان در اولویت قرار گیرد و این امر می تواند همچون مبدا برای بهبود روابط افغانستان و جهان باشد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت امارات اسلامی که میزبانی کنفرانس تواصل تجارتی افغان کازاخ را بر عهده دارد میگوید که همکاری های دو جانبه اقتصادی میان افغانستان و کازاخستان سبب افزایش حجم صادرات و واردات میان این دو کشور شده است. امارات اسلامی افغانستان به منظور توسعه تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری زمینه مناسبی را خصوصا در سکتور صنعت، ترانسپورت، انرژی، زراعت و معدن با پیشکش امتیازات بی‌نظیر در منطقه فراهم نموده است.
به ادامه گشایش نمایشگاه افغان کازاخ و کنفرانس تواصل تجارتی، نشست سکتور خصوصی افغانستان و کازاخستان به نام بی تو بی نیز در 12 سکتور به منظور گسترش فعالیت‌های بازرگانی و به دست آوردن قراردادها با یکدیگر نیز راه اندازی شد. نمایشگاه افغان کازاخ تا عصر روز جمعه نیز ادامه خواهد داشت. امیرخان متقی بیان که از کشور مشخص نام ببرد میگوید سه کشور همسایه از داعش پشتبانی میکنند. سرپرست وزارت خارجه بار دیگر اطمینان میدهد که داعش در افغانستان وجود ندارد. آقای متقی در بخش دیگر سخنانش میافزاید امارت اسلامی در سه سال گذشته همواره تلاش ورزیده تا روابطش را با جهان گسترش بخشد. این در حالی است که در چند روز گذشته نمایندگان از روسیه، مالزیا، کازاخستان، ترکمنستان و سازمان همکاری های کشورهای اسلامی و اتحادیه اروپا به کابل آمدند. سرپرست وزارت خارجه در مراسم گشایش نمایشگاه افغان کازاخ میگوید که امارت اسلامی در نزدیک به سه سال گذشته در تلاش است تا روابط مثبت با کشورهای منطقه و جهان داشته باشد. امیرخان متقی تاکید میکند که کابل در چند روز پسین میزبان هیئت‌های بلندپایه دیگر کشورها مانند سازمان همکاری‌های اسلامی، روسیه، مالزی، اتحادیه اروپا و کازاخستان بود. آقای متقی از غرب نیز میخواهد که با امارت اسلامی روابط مثبت را در پیش گیرد. تاسو وینئ چې په دې وروستیو څو ورځو کې کابل د ډېرو لوړپوړو نړیوالو هیئتونو کوربه و. اسلامي همکاریو د سازمان لوړپوړی هیئت دلی مسلسل مجالس درلودل. د روسیې فدراسیون لوړپوړی هیئت راغلی و ګټور مجالس ترسره سو. تاسو شاهد یاسئ چې الحمدلله افغانستان په سیاسي میدان کې د سیمې او د ګاونډیو د دنیا د ملکونو سره خپل سیاسي مضبوط تعلقات لري او دا تعلقات مخ په وده روان دي. امیرخان متقی همچنان در بخش از سخنانش می افزاید که پناهگاه داعش در افغانستان وجود ندارد. هرچند از کشور مشخص نام نمی برد اما می گوید که سه کشور همسایه از داعش پشتیبانی می کنند. افغانستان که الحمدلله داعش داری نست. متاسفانه دمقدره گاوندی هیوادونه په نوبت سره په یوه هیواد کې د داعش لپاره بشري قوه تیارېږي، افراد تیارېږي چې موږ تاسې ولیدل چې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې پېښې ترسره کړې. آقای متقی در بخش از سخنانش با پشتیبانی از مردم فلسطین ایالات متحده امریکا را متهم به نقض حقوق بشر در غزه می کند. امریکا په خپلو اعلامیو کې د افغانستان په اسلامي عبارت باندې د بشر د حقوقو د نقض تورونه لګوي. نو موږ دوی ته دا وایو چې تاسې په فلسطین کې څه وکړو، تاسې په غزه کې څه وکړو. بر بنیاد اطلاعات مقام های امارت اسلامی در حال حاضر در 38 کشور نمایندگی سیاسی امارت اسلامی فعال است و این نمایندگی ها به گونه مدام به کارشان ادامه می دهند. نماینده چین در یک نشست میگوید که پس از برگشت دوباره طالبان در افغانستان تغییرات مثبت به میان آمده است. از سوی دیگر نماینده ویژه پاکستان در نشست زیر نام چشمانداز ژئوپلیتیک در حال ظهور با اعتبار از آنچه حضور گروه تی تی پی در افغانستان میداند انتقاد کرده است. اما پیش از این امارات اسلامی بارها حضور گروه های همچون تی تی پی در خاک افغانستان را رد کرده و افزوده که خاک کشور در برابر تمامی کشورهای جهان مسئول است. اینجا نشست بین المللی یک روزه زیر نام پاکستان در چشمانداز ژئوپلیتیک در حال ظهور است که از سوی مؤسسه مطالعات استراتژیک اسلام آباد و یکی از مؤسسات آلمانی سازماندهی شده است. نماینده چین در این نشست از ایجاد تغییرات مثبت پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی لب به سخن می گشاید و می افزاید که طالبان پس از بازگشت به قدرت، حاکمیت و استقلال در افغانستان فضای اعتماد و برادری را در رابط دو جانبه و چند جانبه ایجاد کرده است. بازگشت طالبان به قدرت تغییرات مثبتی را به همراه داشت و در گام نخست خروج نیروهای خارجی دریچه جدیدی را برای دستیابی به استقلال و خودمختاری واقعی در افغانستان باز می کند. حاکمیت و یکپارچگی در افغانستان فضای برادری را برای همکاری در روابط دو جانبه و چند جانبه ایجاد کرده است.
اما نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان بار دیگر ادعا میکند که بیشتر اعضای تی تی پی حملات خود را در خاک افغانستان ضد پاکستان برنامه ریزی میکنند. حمله های تحریک طالبان پاکستانی در پاکستان در حال افزایش یافته است که استفاده از خاک افغانستان برای انجام این حمله ها یک نگرانی جدی برای پاکستان بوده است. یکی دیگر از جنبه های نگران کننده برای ما مشارکت ادبای افغان در این حمله ها هست. پاکستان باید امنیت کشور خودش تامین کنه. این TTP از کدام به افغانستان وارد میشه، از کدام به پس بر میگرده، یا سیم خاردار هم نصب کرده. با اینکه امارت اسلامی درباره این سخنان آقای دورانی چیز نمیگوید، اما پیش از این بارها تاکید کرده است که در افغانستان تحریک طالبان پاکستانی حضور ندارد و کابل اجازه نمیدهد که خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر کار گرفته شود. شمار تلفات سیلاب‌های پسین در کشور به 117 جان باخته و 94 زخمی افزایش یافته است. به گفته وزارت دولت، برای رسیدگی به رویدادهای طبیعی در نتیجه این سیلاب‌ها بیش از 2000 خانه ویران شده و بیشتر از 100 هزار جریب زمین زراعتی نیز از بین رفته است. وزارت دولت برای رسیدگی به رویدادهای طبیعی از افزایش آمار تلفات سیلاب‌های پسین در سراسر کشور خبر می‌دهد. سخنگوی این وزارت می‌گوید که در نتیجه سرازیر شدن این سیلاب‌ها 2064 خانه تخریب و بیشتر از 100 هزار جریب زمین زراعتی نیز از بین رفته است. جانان سایق همچنان می‌افزاید که در نتیجه این سیلاب‌ها 117 تن جان باخته و 94 تن دیگر زخم برداشته‌اند. افغانستان یو څو ولس کسه هیوادوال زموږ ژوند له لاسه ورکړی ده. څلور نوي هیوادوال مو زخمیان شوي دي د سیلابونو او بارانونو له امله، او ورسره په څنګ کې تقریبا 2035 کورونه په کلي او جزئي توګه تخریب شوي دي. از سوی هم اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی از احتمال بارش شدید باران همراه با سیلاب‌ها در روزهای جمعه و شنبه 7 و 8 ثور در 34 ولایت کشور خبر داده است. این ریاست مقدار بارش باران را در نقاط مختلف بین 20 تا 55 میلی‌متر پیش بینی کرده است. نظر به مدل‌های پیش بینی ریاست هواشناسی، احتمال بارندگی نسبتاً شدید همراه با رعد و برق و سیلاب‌های آنی امروز، فردا و روزهای آینده پیش بینی می‌گردد. پیش از این وزارت دولت برای رسیدگی به رویدادهای طبیعی در 27 حمل گفته بود که در نتیجه رویدادهای طبیعی تاکنون 50 تن جان باخته و 36 تن دیگر زخم برداشته اند. ادامه خبر ده پس از رفت و برگشت کوتاه. با ادامه خبرده خوش آمدید. امروز 25 ماه اپریل برابر است با روز جهانی مبارزه با بیماری مالاریا. سازمان جهانی بهداشت به مناسبت این روز آمار می‌دهد که شمار واقعات این بیماری در سال 2023 میلادی به تناسب سال 2001 میلادی 190% افزایش یافته است. همزمان با این، اداره توسعه سازمان ملل متحد از اختصاص یافتن بودجه برای پیکار با بیماری مالاریا در افغانستان تا سال 2026 میلادی از سوی صندوق جهانی خبر داده است. همزمان با روز جهانی مبارزه با مالاریا، سازمان جهانی بهداشت میگوید که افغانستان از لحاظ مبتلایان به این بیماری در رده پنجم قرار دارد. بانک نماینده سازمان جهانی بهداشت میگوید که شمار جانباختگان از بهر این بیماری در افغانستان به صفر رسیده، اما آمار میدهد که در سال 2023 میلادی بیش از 180 هزار واقعات مثبت این بیماری در کشور به ثبت رسیده که به تناسب سال 2021 میلادی 109% افزایش یافته است. په 2023 کال کې په افغانستان کې د ملاریا د 180000 څخه زیات پیښې ریپورت شوی وی چې دا پیخی د 2022 کال په پرتله 13 سلنه او د 2023 کال په پرتله 109 سلنه زیاتوالی ښیي. معین وزارت صحت‌عامه می افزاید که بیش از 91% این واقعات مالاریا در زون شرق کشور ثبت گردیده است. 99.2 سلنه د هیواد په ختیځ ولایتونو، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، پکتیکا او خوست کې ثبت شوی دی.
در سوی دیگر اداره توسعه سازمان ملل متحد در کنار اطمینان از ادامه کمک های این نهاد گفته که بودجه از بهر مبارزه با بیماری مالاریا در افغانستان تا سال 2026 میلادی نیز از صندوق جهانی گرفته شده است. او همچنان می افزاید که نزدیک به 5 میلیون دلار پول اضافی نیز برای کنترل و مبارزه با بیماری های چون ایدز و توبرکلوز نیز بر افغانستان اختصاص داده شده است. برای 3 سال آینده که سال 2024 الا 2026 که تا ختم 26 شود، ما بودجه گرندهای بعدی گلوبال فن یا صندوق جهانی را به کنترل ملاریا جذب کردیم. بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه 4900 شفاخانه از بهر درمان و وقایه بیماری ملاریا در سراسر کشور فعالیت دارند. قرار است گروه کاری بررسی دوره جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش از حقوق بشر افغانستان را تا کمتر از 4 روز دیگر به بررسی بگیرد. با گفته این سازمان، افغانستان یکی از 14 کشور است که اوضاع حقوق بشر آن سوی این گروه کاری مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما امارت اسلامی بار دیگر تاکید می‌ورزد حقوق بانوان در افغانستان در چارچوب قوانین اسلامی تأمین است. گروه کاری بررسی دوره جهانی شورای حقوق بشر ملل متحد گزارش از حقوق بشر افغانستان را در 29 ماه روان میلادی مورد بررسی قرار خواهد داد. به گفته این سازمان، افغانستان یکی از 14 کشور است که از سوی این گروه کاری اوضاع حقوق بشری آن مورد بررسی قرار می گیرد. امارت اسلامی باید هر چیز زودتر بکشد تا درب مکاتب و دانشگاه را بروی خواهرای ما باز بکنه تا باشد ما یک آینده روشن، آینده واضح و آینده پیشرفته و آینده خوب داشته باشیم. در همین حال سازمان عفو بین الملل نیز در گزارش تازه‌اش وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان دختران در افغانستان را وخیم دانسته و بر لغو هر چیز دوتر محدودیت های اعمال شده بر بانوان در افغانستان تاکید کرده است. در افغانستان کنونی ما شاهدی فرهنگ معافیت هستیم و در این چارچوب فرهنگ معافیت زیر حاکمیت طالبان ما شاهد نقص گسترده حقوق بشری هستیم. اما امارت اسلامی بار دیگر نقص حقوق بانوان را در کشور رد می کند و می افزاید که امارت اسلامی به تامین حقوق تمامی شهروندان کشور متحد است. د افغانستان اسلامی امارت د واکمن نظام په توګه د خپلو ټولو اتباعو لپاره د اسلامي او شرعي حقوقو ورکړې ته ژمن ده. نو داسې غربي نړۍ په افغانستان کې چې یو اسلامي ټولنه ده، د غرب د حقوقو د پلي کېدو غوښتنه کوي. دا په اصل کې د غربي فرهنګ د تپلو یوه هڅه ده. پیش از این نیز شمار از کشورهای جهان به شمول ایالات متحده آمریکا خواهان ملغا شدن ممنوعیت‌ها در برابر بانوان در افغانستان شدند و گفتند که در صورت عدم رعایت حقوق بانوان طالبان به رسمیت شناختن نخواهند شد. تا لحظات دیگر برمیگردیم. بار دیگر خوش آمدید. معاون سیاسی ریاست وزرا در دیدار با رئیس بخش آسیا پاسیفیک فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر خواهان پشتبانی از بخش صحت در افغانستان شده است. بر بنیاد خبرنامه ارگ، معاون سیاسی ریاست وزرا نیز از پشتبانی امارت اسلامی از نهاد صلیب سرخ و هلال احمر اطمینان داده است. ارگ در خبرنامه به نقل از مسئولان صلیب سرخ گفته است که این نهاد همچنان در زمینه افزایش کمک ها خواهان پشتبانی امارت اسلامی شده است. معاون سیاسی ریاست الوزراء در دیدار با رئیس بخش آسیا اسپسیفیک فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر خواهان پشتبانی نهاد از شفاخانه های شماری از ولایت های کشور شد. بر بنیاد خبرنامه ارگ، معاون سیاسی ریاست الوزراء نیز از پشتبانی امارت اسلامی از نهاد صلیب سرخ و هلال احمر اطمینان داده است. معاون سیاسی ریاست الوزراء تاکید کرده است که برای کمک رسانی این نهاد به نیازمندان با آنان همکاری خواهند کرد. کمک صلیب سرخ سرمیشت و نهادهای دیگر خیریه به مردم افغانستان یک نیاز مبرم است. رئیس بخش آسیای صلیب سرخ از افزایش کمک های خود به مردم افغانستان خبر دادند.
همزمان با این برخی از آگاهان مسائل اقتصادی به این باورند که افغانستان نیازمند کمک‌های بیشتر است و نهادهای مددرسان باید در این زمینه با مردم همکاری لازم نموده و در توزیع کمک‌ها شفافیت را در نظر بگیرد. در شرایط کنونی که افغانستان هنوز هم تحت تجهیزات اقتصادی قرار دارد، این نوع کمک‌ها حداقل میتونه بخشی از مشکلات مردم حل بکنه و شدت فقر در کشور جلوگیری بکنه. صلیب سرخ پس از جنگ سلفرینو در سال 1859 توسط هنری دونان تأسیس شد که از زمان تأسیس صلیب سرخ تا کنون 165 سال می‌شود و بیش از 35 سال است که در افغانستان فعالیت می‌کند. ادامه خبرده در تولونیوس، اتحادیه بازرگانان افغان مقیم روسیه 33 تن مواد خوراکی را به آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در کشور کمک کرد. سخنگوی وزارت دولت برای رسیدگی به رویدادهای طبیعی میگوید این بسته کمکی شامل 3 تن روغن و 30 تن آرد است. به گفته ی سخنگوی وزارت دولت برای رسیدگی به رویدادهای طبیعی قرار است این کمک ها به 600 خانواده متضرر در کشور توزیع گردد. د ټول ته موږ په وخت باندې کوشش کړی د هغو ته مو هر څه رسولي دي. هر هغه وخت چې دوی په سیلابونو کې بند پاتې و موږ د دوی ژوند وژغورئ. له هغه وروسته هم دوی ته سرپناه برابره کړه او دوی ته هم ټول تفاهمم کې چې هر هېوادوال متضرر شوی ده هغو ته له مؤسساتو سره په همکاري کومک کړی ده. دوی ته مو خوراکي مواد رسولي دي، خیمې و البسې هم ورته رسولي دي. سرپرست وزارت معادن و پترولیم در دیدار با هیئت کازاخستانی از افزایش تجارت افغانستان با کازاخستان خبر می‌دهد. شهاب‌الدین دلاور همچنان می‌افزاید در حال حاضر زمینه سرمایه‌گذاری کشورهای منطقه در بخش معادن کشور فراهم شده و امارات اسلامی نیز آماده است تا سرمایه‌گذاران را در این بخش همکاری کند. از سوی هم معاون نخست وزیری کازاخستان در این دیدار از آمادگی کشورش از بهر سرمایه‌گذاری در بخش معادن افغانستان نیز خبر می‌دهد. سرپرست وزارت معادن و پترولیم در دیدار با هیئت کازاخستانی می‌گوید که با روی کار آمدن دوباره امارات اسلامی تجارت افغانستان با کازاخستان چندین برابر افزایش یافته است. شهاب‌الدین دلاور همچنان می‌افزاید که در حال حاضر زمینه سرمایه‌گذاری کشورهای منطقه در بخش معادن کشور فراهم شده و امارات اسلامی در نظر دارد تا گام‌های مؤثری را از بهر ایجاد سهولت‌های بیشتر بر سرمایه‌گذاران بردارد. اوست افغانستان دی حکومت پالیسی داده سه اقتصاد پروره او دی افغانستان دی ترقی لپاره گامونه په اقتصادی برخه کې واخلي. از سوی هم معاون نخست وزیر کازاخستان در این دیدار از آمادگی کشورش از بهر سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان خبر می دهد. ما علاقمند هستیم و نمایندگان وزارت‌های مختلف در تشکیل هیئت ما شامل هستند و ما پیشنهاداتی هم داریم و مایلیم پیشنهادات شما را هم بشنویم. در بخش منابع سیاگ و ایزدو علاقمند هستیم بدانیم افغانستان چه پیشنهاداتی برای کازاخستان دارد. همزمان با این سرپرست وزارت معادن و پترولیم با سرمایه‌گذاران آفریقای جنوبی نیز دیدار کرده است. سخنگوی این وزارت میگوید که در این دیدار سرمایه‌گذاران آفریقای جنوبی علاقمندی نشان دادند تا روی استخراج معادن طلا، مس، نفت و گاز در کشور سرمایه‌گذاری کنند. خپل لیوالته د افغانستان قانونو په برخه کې ځانګړي ډول د مسو، طلا او نفت ګازو قانونو کې د پنګونې لپاره خپل لیوالته وښوده. بر بنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم 150 معدن کوچک به شرکت‌های داخلی به قرارداد داده شده و 30 معدن بزرگ به شرکت‌های چینایی، ایرانی، ترکی، قطری و برخی دیگر کشورها که شرکای افغانی نیز دارند داده شده است. سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران برای افغانستان با معاون اقتصادی ریاست وزرا و سرپرست بانک مرکزی افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. در این دیدار روی تقویت روابط سیاسی، اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی و همکاری های دو جانبه در زمینه های گوناگون بحث شده است. عبدالغنی برادر تاکید کرده که بارندگی های اخیر در کشور سبب شده تا آب دریای هلمند به ولایت نیمروز و به ولایت سیستان ایران برسد. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید برای افزایش صادرات به ایران نیاز است تا تعرفه های ترجیحی کاهش یابد.
معاون اقتصادی ریاست الوزراء با سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان دیدار و درباره گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی با ایران گفتگو کرد. در این دیدار که سرپرست وزیران برخی از وزارتخانه ها نیز حضور داشتند، بر ایجاد تسهیلات در زمینه افزایش تجارت و ترانزیت از مسیر ایران و سرمایه گذاری های این کشور به افغانستان تاکید ورزیده شد. دغه راز محترم عبدالغنی برادر اخوندول چې د ایران اسلامی جمهوریت لاره به د افغانستان د توکو ترانزیت د اروپایي هوادونو پورې دوام ولري او غشتنه وکړي چې د لدی لاره د ترانزیت په برخه کې لا ډیره سنتیاوی رامنځته شي. همدارنګه د ایران سفیر ډاډ ورکړ چې د افغانستان ترانزیت په د ایران هواد لاره لا پراختیا عمومي او په دې برخه کې به د زیات سنتیاوی رامنځته کړي. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که برای افزایش صادرات به ایران نیاز است تا تعرفه های ترجیحی کاهش یابد و در زمینه کاهش هزینه انتقال کالاها نیز توجه شود. تعرفه‌های بلند گمرکی ایران نمی تانیم که ما در اونجا صادرات داشته باشیم. یک موسم ما یک سان هستند. ما نمی تانیم که میوجات زیادتر میوجات ما خود به ایران صادرات داشته باشیم. خواهش ما اینه میستند که ایران باید برای ما تعرفه ترجیحی را بده. شمار از آگاهان مسائل اقتصادی به این باورند که ایران می تواند در زمینه های گوناگون از جمله ساخت و ساز و آموزش مهارت های فنی در این زمینه و در بخش کشاورزی در افغانستان سرمایه گذاری کند. ایران از یک پتانسیل کلان در زمینه سرمایه گذاری برخوردار است، در صورتی که افغانستان بتونه فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان برای ایران در افغانستان فراهم بکنه، طبیعتا که امکانات بیشتری در دست ایران است و می تواند در جهت سرمایه گذاری به افغانستان مفید و موثر واقع شود. این در حال است که سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان با سرپرست بانک مرکزی افغانستان نیز دیدار کرد که در این دیدار درباره حل چالش‌های بانکی بازرگانان نیز گفتگو شده است. وزارت فواید عامه از آغاز اثرگیری کار گذرگاه سالنگ در آینده نزدیک خبر می‌دهد و گفته این وزارت با عادی شدن وضعیت آب و هوا کار این گذرگاه که با چند شرکت خصوصی قرارداد شده بود اثر گرفته می شود. این وزارت می افزاید که به دستور رهبر امارت اسلامی هزینه ساخت و ساز بزرگراه سالنگ از حق العبور موترهایی که از این مسیر رفت و آمد می کنند گردآوری شده و نیز در یک حساب بانکی مشخص واریز می شود. پس از تکمیل شدن کانکریت ریزی داخل تونل سالنگ و گالری 16 این گذرگاه در 29 قوس سال گذشته این شاهرا برای تردد موترها باز و کار در آن متوقف شد. وزارت فواید عامه هرچند تاریخ دقیق آغاز کار در شاهراه سالنگ را روشن نکرده، اما میگوید که بادی شدن هوا در آینده نزدیک کار این شاهراه را اثر میگیرند. به گفته مسئولان این وزارت هزینه ساخت و ساز این شاهراه از حق العبور گردآوری و در یک حساب مشخص بانکی واریز می شود، اما تا کنون روشن نیست چه مقدار پول گردآوری شده است. پول حق العبور از 800 افغانی تا 2600 افغانی از موترهای تیز رفتار و باربری که از این مسیر رفت آمد می کنند از سوی وزارت فواید عامه تعیین شده است. با مساعد شدن هوا کار باسازی این شاهراه در 3 بخش که قبلا قرارداد گردیده بود دوباره آغاز می شود. بودجه باسازی اساسی شاهراه سالنگ ها از محصول تول پلازا پرداخت می شود که به اساس حکم عالی قدر امیرالمومنین تول پلازا در سالنگ جنوبی و شمالی فعال گردیده است. این موتر باربری که قرار بود پیاز را از تاجیکستان به پاکستان انتقال بدهد به علت خرابی بیش از حد جاده دچار عارضه فنی شده و از کار افتاد. راننده این موتر میگوید دو شبانه روز در اینجا گیر مانده و بیشتر اموالشان باطل شده است. مال وضعیت پیاز بار کردی، پیاز علی خراب شده، پیاز خراب شده، را جور نکردی، ما بسیار مشکل داریم. رانندگان و مسافرانی که از این مسیر عبور میکنند از مسئولان میخواهند که این گذرگاه را به گونه اساسی بسازند. ما تا جبل سراج در یک روز بایلا میرسیم دیگه. موتورای ما ضعیف است، بار گرنگ است، دی از ما زیاد سنگین است، موتورای ما کمزور است. دا غوښتنه لرو چې موږ ته دا ګروری پخه شي، دا تو پلازو غم وخوري. خواست ما نمی است که زودان د سرک توجهش د می باشه که جور کنه. کار ساخت و ساز 80 کیلومتر گذرگاه سالنگ از سوی امارت اسلامی سال گذشته افتتاح شد و وزارت فواید عامه گفته بود که کار ساخت و ساز این شهر از ولسوالی جبل سراج ولایت پروان الا ولسوالی دوشی ولایت بغلان 2 سال زمان خواهد برد. روح الله سنگر، تولو نیوز، سالنگ شمالی.
از یک به 160 تن کمک های بشردوستانه ازبکستان از طریق بندر حیرتان وارد کشور و برای مسئولان محلی بلخ تحویل داده شد. والی سرخان دریای ازبکستان میگوید کشورش متعهد بر رساندن کمک های بشردوستانه برای مردم افغانستان است. والی بلخ از این کمک های ازبکستان قدردانی کرده و میگوید امارت اسلامی با تمام کشورهای جهان به ویژه ازبکستان روابط نیک دارد. نزدیک به 160 تن مواد خوراکی که شامل آرد، گندم، روغن، شکر، ماکارونی، گوشت و آش مگی می باشد، از سوی والی سرخان دریای ازبکستان به مسئولان محلی بلخ در بندر حیرتان تحویل داده شد. والی سرخان دریا در سفرش به ولایت بلخ می گوید کشورش متحد به رساندن کمک های بشردوستانه برای مردم افغانستان است و اکنون با امارت اسلامی روابط خوبی دارند. ازبکستان و افغانستان در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی روابط خوب دارد و مسئولین ما متحد بر رساندن کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان است و هرچی در توان داریم دریغ نخواهیم کرد. والی بلخ با آنکه از دریافت این کمک‌ها در شرایط کنونی از سوی ازبکستان ابراز خرسندی می‌کند، اطمینان می‌دهد که امارت اسلامی همواره در تلاش ایجاد روابط نیک با کشورهای جهان به ویژه ازبکستان است. ټول هیوادونه سره مثبت اړیکې او ټینګې وساتي د اړخیزو اړیکو ترانزیت کرنیزه برخه کې اقتصادي او سیاسي همکاري او بالخصوص ازبکستان او افغانستان ترمنځ د ریل پټلۍ پرمختګ اړوند ښه زیری دی. این کمک های بشردوستانه کشور ازبکستان در حال برای مسئولان محلی بلخ تسلیم داده شده است که پیش از این بسیاری از شهروندان کشور از چالش های اقتصادی نگرانی کرده و گفتند که توان خرید مواد خوراکی را ندارند. صنعت چپن الچک بیش از 300 سال قدمت تاریخی دارد و با تار ابریشم و پنبه بافته می شود در معرض نابودی قرار دارد. شماره از عالمان دین، فرهنگیان و بافندگان این صنعت قدیمی در سرپل خواهان حمایت حکومت سرپرست و نهادهای مدد رسان هستند، اما مسئولان محلی سرپل از بهره بازاریابی و زنده نگه داشتن این صنعت قدیمی اطمینان می‌دهند. اینجا روستای بلغلی در ولایت سرپل است، محله که در گذشته بیشتر باشندگان این منطقه به ویژه زنان سرگرم صنعت چپن الچه بودند. چپن الچک از شهرت جهانی برخوردار است. در سالهای پسین به علت کم توجهی در حال نابودی و فراموشی قرار دارد. شماری از عالمان دین، فرهنگیان و بافندگان این صنعت قدیمی میگویند تمام وسایل و تجهیزات ابتدایی چپن الچک در پی نبردهای گذشته نابود شدند. آنان از حکومت سرپرست و نهادهای کمک کننده خواستار پشتیبانی مالی و توزیع تجهیزات تکنیکی به هدف زنده نگه داشتن این صنعت قدیمی شدند. زمانهایی که افغانستان از هیچ کشور بیرونی کالای وارداتی نداشته و از امو صنایع دستی و خودساخت کالاهای ساخت خود وطنی مردم استفاده میکرده. خواسته ما از امارت اسلامی افغانستان همی است که بر سازنده های همی صنایع دستی وسایل آماده بکنه. مینم یکی دو تا مانده در بغلی در سقوط است. از امارت اسلامی هم میخواهیم که باید در این باره توجه بکنند. از سوی هم مسئولان محلی سرپل اطمینان می‌دهند که بعد از رشد دوباره صنعت چپن الچه و فراهم کردن بازار مناسب به تلاش‌هایشان ادامه می‌دهند. مؤسساتی که به صنایع دستی کار می‌کنند همه ارتباط الچه با همراهشان صحبت می‌کنیم که این را دیگه شاگردان هم اونا آموزش بدن. سرپل ولایت د خلکو فرهنگ و هنر و کاری و چې دوی دا چپنې الچه په وریښم باندې جوړوي او ډېر خواري او تکلیف ورسره کاږي، نو په دې برابر کې زموږ د دوی سره هر نوع انشاءالله همکاري کوو. الچه یکی از صنایع دستی قدیمی مردم بلغلی ولایت سرپل است که از چند بدین سو با رکود روبرو شده است، اما باشندگان این محل خواهان رشد این صنعت قدیمی هستند. ذکر الله یزدانی، طولو نیوز، قریه بلغلی ولایت سرپل.
شماری از مسافران و رانندگان در شاهراه کندزخول خواهان قیرریزی بخش باقی مانده این جاده هستند و گفته آنان در صورت تکمیل کار باقی مانده این جاده نه تنها که فاصله میان ولایت‌های شمالی کاهش می‌یابد بلکه سهولت‌های زیاد در بخش ترانزیت نیز به میان خواهد آمد. اما مسئولان محلی کندز از تلاش‌ها به هدف ساخت و ساز و بخش‌های باقی مانده این جاده اطمینان می‌دهند. کار پروژه جاده کندز خالم که 175 کیلومتر طول دارد در سال 2021 به حمایت مالی دولت فدرال آلمان آغاز شده بود که 148 کیلومتر این جاده قیریزی شده اما 27 کیلومتر آن ناتمام مانده است. شماری از مسافران و رانندگان که در این مسیر رفت آمد می کنند از مسئولان در حکومت سرپرست خواستار تکمیل بخش باقی مانده این مسیر هستند. پوړیم له حد زیات پازاب دی په زمین پازاب دی له خټو نو سی وړی سی او ګرمی سی دا سرک چیږي خاورې کې جغل پسته نو دا کم ځای پات د 130 کیلومتر پات د باید د دې نظر واچي او بایز د دې جوړ کې دا ډیر غټ سہولت دی خلکو د پاره چې دا سرک قیر شي او جوړ شي په اساسي ټاول باندې مجلې اسلامي امارت غشتنه ده چې دغه په جوړولو کې همکاري وکي هم اسلامي امارت همکاري وکي او هم ولس. از سوی هم رئیس فواید عامه کندز میگوید قرار است کار قیریزی بخش های باقی مانده این جاده در سال روان آغاز شود. نو ان شاء الله موږ په سش کال څوار له سعودریم کال پلان کې نیولې ده چې بودیجه تصویب شي ان شاء الله دا به منظوري جاده دې کار به عملا شروع کړي. گفتنی است که با قیریزی شدن بخش باقی مانده جاده کندز خالم نه تنها که فاصله میان ولایت های شمالی کمتر خواهد شد بلکه در بخش داد و ستد و ترانزیت نیز سهولت های زیاد به میان خواهد آمد. در آستانه یه روز جهانی مطبوعات شماری از مسئولان رسانه های خصوصی در تخار میگویند چالش های اقتصادی سبب شده تا برخی رسانه ها در این ولایت نشراتشان را متوقف کنند. آنان از مسئولان در حکومت سرپرست خواستار رسیدگی به چالش هایشان هستند. در نزدیک به 3 سال پسین فعالیت رسانه‌ای در کشور فراز و نشیب های زیاده داشته است. شماری از مسئولان رسانه های خصوصی و خبرنگاران در آستانه روز جهانی مطبوعات در تخار می گویند که در سالهای پسین از اثر چالش های اقتصادی نشرات برخی از رسانه ها در این ولایت متوقف شده است. بعد از تغییر نظام در افغانستان بخصوص در ولایت تخار رسانه های محلی سخت با مشکلات مالی و اقتصادی مواجه هستند. رسانه ها بیشتر نمیتونن نه تنها که پول معاش کارمندان خود را بپردازن، بیل صرفی برق پرداخت نمیتونن، اکثر جوازهای رسانه های ما اکنون ناتمدید است نسبت داشتن مشکلات اقتصادی. از سوی دیگر شماری از خبرنگاران در تخار از حکومت سرپرست میخواهند تا به چالش های آنان رسیدگی کند. بنان خواست ما از نهادهای حامی رسانه ها و همچنان حکومتی است که رسانه ها را حمایت بکنه و خبرنگارا را دستگیری بکنه. حکومت هم مردم از خبرنگارا حمایت بکنند و از خبرنگارا عزیز میخواهیم که مسلک خوشانه تطبیق بکنند. در همین حال ریاست اطلاعات فرهنگ تخار هرچند درباره چالش های رسانه ها و خبرنگاران چیز نمیگوید اما از آنان میخواهد تا در چارچوب شریعت اسلامی فعالیت کنند. در اسلام آزادی بیان در چوکات شریعت جواز دارد. باید ما مسئولین ما انتقاد پذیر سالم باشند. گفته می شود که همکنون 13 رسانه خصوصی در ولایت تخار فعالیت دارند و بیش از 40 تن در این رسانه ها سرگرم کار هستند. یک مدرسه در ولسوالی بگرام ولایت پروان با هزینه شخصی باشندگان محل به ارزش 250 هزار دلار ساخته شده است. این مدرسه در 3 طبقه اعمار شده و ظرفیت گنجایش 1500 دانش آموز را دارد. این مدرسه که ظرفیت 1500 دانش آموز را دارد از سوی باشندگان محل در ولسوالی بگرام ولایت پروان به ارزش 250 هزار دلار ساخته شده است. باشندگان این ولسوالی می گویند که این مدرسه به گونه اساسی در مساحت 900 متر مربع در 3 طبقه ساخته شده که افزون بر 36 صنف درسی خوابگاه نیز دارد. دارای 36 اتاق است و یک حال سرتاسری پایین یعنی 3 منزل
هزینهش $250,000 امریکایی شده. تقاضای ما از حکومت این است که بعد از این در این مدرسه را به شکل رسمی و افتتاح کردیم و شکل رسمیت را برایش بده. در همین حال مسئولان محلی پروان ساخت و ساز این مدرسه را در فراهم شدن زمینه آموزش برای جوانان این ولسوالی با اهمیت دانسته و از حمایتشان در این راستا اطمینان می‌دهند. تعلیم و تعلم در رشد لپاره در ویل لپاره دست مدارس و تضرورت چه جای بجای مدرسی جوریش او دی وطن بچانو تا معشومانو تا دی شرعی علومو دنیاوی علومو دی زکر موقع و فرصت ورطا برابرش عزتمند دی منگا و تا چی دشمن اگه دشی نده چی نلال پا امریکا که اگه بیغم اکی نسته اگوی منگا و تا چی سر یو فکری جنگ که اختلی شپا و رزدی تا کار که دی اگوی این در حال است که پیش از این ریاست معارف پروان گفته بود که هنوز هم برخی از مکتب‌ها و مدرسه‌ها در این ولایت با کمبود ساختمان روبرو است و پیشنهاد ساخت ساز آن را در سال روان به وزارت معارف فرستادند. دامداران در کندهار خواهان ایجاد مراکز صحی در مناطق دوردست این ولایت هستند. دامداران میگویند از نداشتن دسترسی به کلینیک های حیوانی شمار زیاد مواشیشان تلف می شود. در همین حال مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری کندهار میگویند 52 مرکز صحی حیوانی در این ولایت فعالند و به هدف حل مشکلات دامداران و تلاش هایشان ادامه می دهند. مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری کندهار از آغاز روند نظارت فروش دوای مواشی در ولسوالی های دوردست این ولایت خبر می دهند. عامر صحت حیوانی این ریاست می گوید که همکنون 52 مرکز صحی حیوانی و همچنان 78 مرکز فروش دوای حیوانی در این ولایت فعالند. و گفته او از بهر جلوگیری بیماری های حیوانی سطح آگاهی دامداران را در این ولایت بیشتر ساخته است. نو درو پینځوس مرکزونه دي ټول درو پینځوس مرکزونه چې تداوی کوي حتما د مالداران ته د دې د وقایې د امراض په خاطر ورته پوهاوی ورکوي څنګه ته د هغې موږ تقریبا په ښار کې تقریبا 3000 غوجلې دوا پاشي کړې په کمپاین کې. اما شماری از دامداران در مناطق دوردست کندهار میگویند که به علت نبود مرکزهای درمانی مواشی بیشتر مواشی آنان تلف میشوند. حیوانات مونده کېده د بدن مشکلات چې ډېر چې مریضي پورته کېږ سو د بس په دم د ځای مناسبه رسوا دی نو په داسې حیوانات ته په وخت ځینې کوي دا نه لري شی نه لري کوچۍ دي وختي راوتلي. مسئولان در ریاست زراعت و مالداری کندهار میگویند که از بهر جلوگیری تلف شدن مواشی روند آموزش دامپزشکان را نیز در این ولایت آغاز کردند. و به همین ترتیب رسیدیم به پایان خبر ده. سپاسگزارم از همراهیتان و کشفتان بخیر.